بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله مولانا العزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات نورانی زیارت جامعه کبیره، این چند جمله توضیحا عرض می شود. السلام على حجج الله على اهل الدنيا والآخرة والأولى. سلام بر حجت های خدا که حجت هستند هم بر مردم دنیا هم بر آخرت. کلمه حجت یعنی دلیل، برهان، قاطع عذر، اونی که راه و عذر را میبندد و انسان دیگه عذری نمیتواند در مقام تخلف از قانون خدا داشته باشه. حجت است، دلیل است، برهان است. حالا گاهی حجت اسلام گفته میشود و حجت الله گفته میشود. حجت الاسلام هم گفته میشه به همین معناست که مثلا علما و بزرگان، اونهایی که به معنای واقعی علماء ربانی دینی هستن، اونها هم حجت اسلام هستند، یعنی از نظر علومی که دارن، اطلاعات واقعی دینی که دارن و هم نفوس اونها آراسته شده به فضائل و پیراسته شده از رذائل، اگر چنین افرادی باشند اینها واقعا حجت اسلام هستند. یعنی اسلام به اینها استدلال می کند، احتجاج می کند در دنیا، دلیل این که من می توانم انسانهای با فضیلت بسازم، دلیلش مثلا فران آدم، فران شخص، فران عالم که می شود حجت دیگه، دلیل میشه. یعنی در دنیا می شود او را معرفی کرد، نشون داد که اگر مکتب دین قادر نبود چنین انسان با فضیلتی بسازد، این از اسلام بیرون نمی آمد، از مکتب اسلام چنین شخصی بیرون نمی آمد. از اینکه از مکتب اسلام این شخصیت ها به وجود آمده اند، اینها دلیلند بر اینکه اسلام انسان پروری دارد، اسلام دستگاه انسان سازی دارد. که اگر واقعا افرادی باشند این چنین که هستند انشاءالله، اگر این افرادی باشند که اینا از جهت علمشون، از جهت تقواشون، از جهت ورعشون، از جهت عدالتشون، از فضائلی که دارن خود را تهذیب کرده اند، همین ها واقعا دلیلن، حجتن برای اسلام، برهانن برای اسلام. و حالا ائمه علیهم السلام حجت الله تعبیر میکنیم، برای اینکه به معنای واقعی حجت الاسلام اونها هستن. یعنی معنای واقعی حجت الاسلام به معنای کلمه همون ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام هست که وجود اونها حجت اسلام است، حجت قرآن است، که خود قرآن هم مولا المتقین علیه السلام را شاهد بر نبوت پیغمبر اکرم معرفی می کند. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم بمن عنده علم الکتاب. مردم کافر می گویند تو رسول نیستی، بگو شاهد بر رسالت من دو چیزه، یکی ذات اقدس حق که به دست من معجزات را ظاهر می سازد، که خود همین کتابی که آمده
فرد امی این کتاب را آورده خود شهادت خداست، و دیگر من اندهو علم الکتاب، اون کسی که تمام حقایق کتاب در وجود او تجسم پیدا کرده، یعنی علی علیه السلام، این خودش شاهد روشن بر حقانیت منه که اگر من رسول الهی نبودم، اگر من مبعوث از قبل خدا نبودم، اگر این کتابی که آوردم کتاب آسمانی نبود، مانند علی علیه السلام از دامن من به دنیا تحویل داده نمی شد. او که من اندهو علم الکتاب است، از اون نظر که حقایق کتاب پیش اوست و دنیا ببیند آیا نقطه ضعفی در او دیده می شود، در این وجود کاملی که اون چه سجایای انسانی است در درجه اعلا در وجود او بروز کرده، آیا این شاهد نیست بر این که من نبوت دارم، من رسالت دارم، من مبعوث از قبل خدا هستم؟ دو معجزه دارم، یکی قرآن، یکی هم عالم به قرآن که در درجه اعلا و به معنی واقعی کلمه اش علی علیه السلامه، ولذا او خودش آیت است، آیت عظمای بر نبوته، و او خودش حجت است، یعنی حجت الاسلام است، حجت النبوته، حجت الرسالته، خودش حجت و دلیل و برهان بر حقانیت نبی و رسوله. پس به معنای واقعی کلمه حجت الاسلام ائمه علیهم السلام هن. خب در درجه بعد هم ریزخارا خان نعمت اونها هستند، اما کلمه حجت الاسلام را ما اطلاق نمی کنیم بر ائمه علیهم السلام، چون در روایات ما که به این عنوان تعبیر نشده است، ولذا ما حق نداریم کلمه حجت الاسلام را بر اونها اطلاق کنیم، بلکه اونها حجت الله تعبیر میشه ازشون، اونها حجت الله هن، یعنی حجت و برهان و دلیل خدا هستند در عالم، و هم قاطع و عذرن، یعنی خدا خواسته است که راه و عذر را به بندگان ببندد. کسی یه وقتی نگوید که خب من خبر نداشتم دینی در عالم هست، شریعتی هست، مثلا راهی نداشتم به این که دین خدا را به دست بیاورم، شریعت خدا را به دست بیاورم تا عمل کنم، عذر بود دیگه. برای این عذر بسته بشود، خداوند لطف کرده معصومین را از قبل خود برانگیخته، منصوب کرده که شریعت خدا را به مردم برسانند، ولذا ما دیگه هیچ اجری نداریم. با چی میگیم؟ آیا میدونیم بگیم که خب از کجا من نمیدونستم که فلان آدمی که مثلا میگه من از احکام خدا با خبرم، این راست میگه، صادق هست یا نیست، آیا عالم واقعی هست یا نیست، آیا اشتباه نمی کند، آیا مقهور شهوات نفسش واقع نمی شود؟ این عذرهاییست که انسان برای خودش می تراشه که من مطمئن نیستم فلان آدم راست میگه، از قبل خدا آگاهی دارد، مثلا اشتباهاتی نداشته باشه، ولذا خدا برای اینکه عذری مردم نداشته باشن، معصومین را به عنوان مبلغ دین معرفی کرده که معصومن، یعنی علمشان مطابق با واقع حقیقت اونچه هست به اونها افاضه شده، و کوچکترین مقهوریت در مقابل شهوات نفسانی هم دامن اونها رو نمیگیره، معصومن. این حجت دیگه، قاطع عذره، یعنی ما دیگه هیچ گونه عذر نمیتونیم بیاریم، بگه ما من عقل نداشتم، من خب نفهمیدم، عقل به شما دادن، عقل دارید، تشخیص مصالح مفاسد میدید، راه را اگه بخواد راهی بروید با همین عقل خودتون تشخیص میدید که دلیل باید انتخاب بشه در هر راهی، عقل شما حاکم به این مطلبه، اراده هم که دارید دیگه، اختیار هم که دارید، آزادی هم که در مقام عمل دارید، در مقام تخلف یا اطاعت شما آزادید، اختیار هم دارید، عقل هم دارید. از اون طرف هم ما انسانهای معصوم از خطا، انسانهای عالم به حقایق، نه علمشون خدشه دارد، نه تقوا و عدالتشون خدشه دارد، انسانهای عالم به حقایق و معصوم از خطا و معرفی کردیم. وقتی که ما اینها را منصوب کردیم از قبل خدا، که میتواند عذر بیاورد؟ چه بگه؟ چرا اطاعت امر نکردی؟ بگه من عاقل نبودم، عاقل که هستی،
اختیار نداشتم که آزاد نبودم که هستی، اراده نداشتم که داری. آیا کسی نیامد که مطمئن باشم که عالم به حقایقه، یا مطمئن باشم که اشتباه نمی کند، مطمئن باشم که خطا نمی رود و مقهور شهوت نفس قرار نمی گیره؟ همه رو گفتیم نیست که، برای به حجت آمده، برای به حجت الله هن، یعنی صفت اثبات که در اونها هست و احاطه علمی من قبل الله هم هست، یعنی اکتسابی هم نیست. اگر علم امامان علیهم السلام اکتسابی از بشر بود، ممکن بود ما باز عذر بیاریم، ما از مردم گرفتن، از این نویسنده گرفتن، از اون کتاب نویس گرفتن، از اون عالم گرفتن، و اینا افراد عادی هستند، ولی اکتساب علمی، علم اکتسابی ندارند که از بشر گرفته باشند، از عالم گرفته باشند، اینجور نیست. علمشون لدنیه، همینطوره که از مادر متولد شده اند، ذات اقدس حق اونها را عالم به حقایق قرار داده است. در شکم مادر هم که بوده اند، مواهب خداوند شامل حالشون بوده. از همون مادر که متولد شده اند، به صریح قرآن نمونه اش عیسی ابن مریم علیه السلام دیگه، نمونه اش اوست که از اونها با از او بالاتر ما داریم. و نمونه اش همین که وقتی از مادر متولد شد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من کودک نوزاد پیغمبرم، من کودک نوزادی که الان از مادر متولد شده ام. الان هر بچه عادی که حرف نمیزنه، بچه عادی که باید 2 سال 3 سال چند سال بگذره تا لغت یاد بگیره، بابا بگه، ماما بگه، آب بگه، نان بگه، این جمله بندی بلد نیست، درک حقایق بلد نی، ولی من کودک نوداد از اول که آمده ام حقایق آسمانی می دونم، نه تنها از زمین با خبرم. نه آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. پس نمونه اش قرآن نشون میده، ما این بود اعتقاد ما اینه که اینا از مادر که متولد می شوند احاطه علمی به حقایق عالم دارند و معصوم از هر خطا و عصیانن، پس حجت خدا هستند، قاطع عذرن، در راه عذر میبندن. الان حجت عصر ولی یه زمان ارواحنا له الفدا، این حجت الله در میان ما، یعنی حاضر است، نیست که به دنیا نیامده باشه که بشر بگه که بله اگر الان حجت آسمانی معصوم در دست ما بود ما دنبالش میرفتیم، اگر خدا خلق نکرده بود مردم حجت بر خدا داشتن، نه خدا بر مردم، مردم بر خدا حجت داشتن، یعنی بیتوانستن اعتراض کنن، انتقاد کنن، بگن خدایا تو ما را بی رهبر معصوم قرار دادی و ما راه را پیدا نکردی. اگر بود، اگه خلق می کردی، خب خلق کرده، حجت معصوم الان حاضر آماده است، اگر غایبه به خاطر اینکه شما که جامعه بشر هستید از خودتون لیاقت نشون نمی دهید که بیاد در میان شما ازش پیروی کنید، نمی کنید. الان شما لایق نیستید که حاضر باشه، موجوده، زنده است، حجت بر خدا بر شما تمامه. لئلا یکون للناس علی الله حجه، برای اینکه مردم بر خدا حجت نداشته باشن، عذر نیاورن، انتقاد نکنن، ما خلقش کردیم کامل، همه چیزم آماده است، شما از خود لیاقت نشان بدهید میاد در میان شما، آمد دنبالش حرکت کنید و به سعادت ابدی برسید. و نمونه اش این که 11 پدرهاش آمدن شما کشتید، خب این خودش دلیله، 11 نفر معصوم آمدن در میان شما، بلاها بر سرشون آوردید، بوبکرها را روی سر نشوندید، عمرها را روی سرتون نشوندید، علی و حسن و حسین علیهم السلام را زیر سم اسبها لگد مالشون کردی. شما امتحان خود رو دادید، شما جامعه بشر امتحان خود را داده اید، نمیتونید عذر بر من بیاورید که چرا خلق نکردی، خلق کردم، چرا در میان مردم ظاهر نکردی، ظاهر کردم، نه یکی نه دوتا، 11 معصوم آوردم در میان شما قرار دادم و همه اونها را شما کشتید دیگه، یا با شمشیر کشتید، یا با زهر کشتید، یا تو زندان کشتید، از بین بردید، این آخرینشه دیگه. اراده خدا تعلق گرفت که بعد از اون نباشه، و اگر او هم بیاد در میان مردم کشته شود، خب این نظام عالم مختل میشه. ولی باید بماند
زنده باشد و موجود باشد و مخلوق باشد و غایب از شما باشد، تا اون روزی که لیاقت در شما پیدا بشود آمادگی داشته باشید برای ظهورش، او ظهور می کند. هم کتاب آماده است، هم مجری کتاب آماده است، هر دو آماده است. قرآن موجوده، مجری قرآن هم موجوده. نقص از شماست، وجوده لطفون به گفته مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه، وجوده لطفون به تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، وجودش لطف خداست، عنایت خداست، مقرب است، حجته، منتها تصرفش در عالم لطف دیگریه. باید وجودش باشه، زنده باشد و موجود، لطف خداست و حجت خداست. من تصرف نمی کنه، او لطف دیگریه. چرا نمی کنه؟ عدمه منا، این نبود تصرفش از قبل ماست. این ما هستیم که از خود لیاقت نشون نمی دهیم. خب اون مرد آمد بین راه امام حسین را گفت که دلهای مردم کوفه با شماست، ولی شمشیرشون هم آماده شما. خب بله، دوستداران دیگه، اهل کوفه مگه شیعه بودن دیگه؟ سنی که نبودن، محب بودن دیگه، دوست بودن، محب بودن، موالی بودن، ولی خب بدبخت آماده نبودن، آماده دفاع از حجت زمان نبودن دیگه. شمشیرها کشیده بودن، با همون شمشیرها قطع قطع اش کردن دیگه. همونهایی که میگفتن محبت داریم به ابی انت و امی هم میگفتن، خودشون رو میزدن روز دوازدهم محرم تو کوفه دیگه، خودشون رو میزدن، ریششون رو میکندن، سر موهای سر زنها موهای سرشون رو میکندن، دوست بودن، ولی خب آماده دفاع نبودن، همونها کشتن. امام زمان به همین کیفیته. حالا مردم محبن، خب بله محبن، دوست دارم، گریه میکنم براشون، اما اگر بیاد همینجوره، خب اگر بود میومد دیگه، معلوم میشه نیست، آمادگی نیست، لیاقت نیست، ولی خب میامد. او 313 نفر جانباز واقعی میخواهد، اگه پیدا بشه میاد. اون 313 نفره که هر نفرش بتواند امتی را حرکت بده، نه فقط افراد عادی باشن. اگر یه چنین جمعیتی باشه میاد، بجان نیست. پس حجت خداست، الان حجته، یعنی خدا بر انسانها حجت داره، لله الحجت البالغه، خدا بر بشر حجت دارد، راه و عذر را بسته است، نه در دنیا میتواند اعتراضی به خدا کند، نه در عالم آخرت، عذرها بسته شده، موجوده، قرآن آمده، مجری قرآن هم آمده، خلقش کرده ایم و الان 1100 سال بیشترم از عمر شریفش رفته، هست در میان شما، از همین هوای شما استنشاق می کند، زیر همین آسمان شما زندگی می کند، از همین آب و هوای شما داره زندگی می کند، تو شماها هست، اما در این حال شما آمادگی ندارید که در میانتون ظاهر بشون. پس حجج الله الا اهل دنیا والآخره والاولا، ولذا قرآن فرمود رسلا مبشرین و منذرین، ما فرستادیم معصومین را لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا مردم بر ما حجت نداشته باشند، عذری نیاورند، بهانه گیری نکنند، چرا ما مطیع نشدیم، چرا دیندار نشدیم، چرا تبعیت نکردیم، نگویند حجتی نبود، معصومی نبود، مخبر واقعی نبود که اعتماد داشته باشیم اعتماد بود. خب حالا حجت دنیا و آخرت، حجت اولا، حالا اولا کلمه اولا یا به چه معناست؟ معانی مختلف ممکنه داشته باشه، شاید یکی اولاست یعنی هم حجتن بر آیندگان، هم حجتن بر گذشتگان، اون امتهای قبل از پیغمبر اکرم هم که بودن، باز ائمه علیهم السلام حجت بر اونها بودن، بلکه حجت بر انبیا بودن، حجت بر انبیا بودن، انبیا هم که حجت بر اون مردم زمانهای سابق بودن، بنابراین علی علیه السلام حجت است بر همه اعصار، بر همه زمانها، از آدم ابوالبشر علیه السلام گرفته تا روز قیامت امیرالمؤمنین حجت بر همه اونهاست، حجت است بر در دنیا در آخرت و اولا امتهای گذشته، یا مراد عوالم بالاتر باشه، ممکن اون هم باشه که عالم اولا عوالم بالاتر از این عالم طبع
در عالم زر هم اگر بگیریم، بعض گفتن عالم اوره عالم زره، و از اخذ رب بکم این بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. احتمال هم هست که اینها حجیتشون بر عالم زر هم گسترش دارد، بر همه عوالم به هر حال حجتن، حجج الله علی اهل دنیا و الاخره و الاولا. بعد معادن حکمت الله، خب به طور گذرا بازم از این جملات رد میشین دیگه، چون تفصیلش و مجالش نیم. معادن حکمت الله، ائمه علیهم السلام معدن حکمت خدا هستن، معدن جایگاه مرکز، اونجا که همه چیز از اونجا نشأت میگیره، حکمت خدا. حکمت هم یعنی اونی که حقایق را اونچنان که هست درک میکند. حالا ممکنه به فیلسوف بگن حکیم، فلاسفه را میگن حکما، خب حالا یک اصطلاحیه، اما حکیم به معنای واقعی ذات اقدس حق است. اونی که حکیم به معنای واقعی است ذات اقدس خداست، که او احاطه بر حقایق دارد اونچنان که هست، و کسانی که از قبل او مسئولیت دارند، اون کسانی که از قبل او سفارت دارند و علمشون علم موهبتی از جانب حکیم مطلقه، اونا هم حکیمن. ولی دیگران افراد عادی، حالا حکیم بهشون میگیم یعنی با برهان با دلیل استدلال میکنن، مطالب را اثبات میکنن، خب گفتن حکمت، اینم اصطلاحا به نام حکمت، اما خب اشتباه زیاد دارن، معلومه همه درست رفته باشن که، خب شاهدش همین که با هم اختلاف نظر دارن. همون حکما و فلاسفه ای که سر و کارشان با عقل است و برهان است و استدلال است و قیاس است و صغرا و کبرا و نتیجه، در این حال اشتباهات دارن، اختلافات دارن دیگه. خود اختلاف نظری که با هم دیگه دارن کاشف از این که بالاخره یکی اشتباه رفته، و که اگر همه حق را دیده باشن که دیگه با هم اختلافی ندارن. ولی تو انبیا اختلافی نیست، هیچ وقت تو پیغمبر با هم اختلاف نظر ندارن، دو تا امام معصوم با هم اختلاف نظر ندارن. خب این کاشف از اینه که حق را میبینن. پس اون حکمت الله، حکمت واقعی عند الله هست و عند المعصومینه، اونو حکیم واقعی هن. حالا دیگران هم اگر اصطلاحا گفته میشوند حکیمن، شیخ الرئیس بو علی سینا حکیمه، مثلا فارابی حکیمه، ارسطو حکیمه، افلاطون حکیمه، خب اصطلاحاتیست، البته ما دعوا سر اصطلاح نداریم، ولی در این حال حکمت به معنای درک واقع که هیچ اشتباه نکرده باشم، این ممکن نیست بشر عادی داشته باشه. بشر عادی نمیشه حکیم باشه، یعنی من واقعی حکمت، حکیم ذات اقدس اوست، هو العزیز الحکیم، و اون کسانی که از قبل او مواهب به اونها داده شده. ولذا افلاطون یه حرفی ازش نقل، افلاطون حکیم معروفه، یه جمله ازش نقل میکنه که منصفانه حرف زده. او میگوید که لیس لنا من فضیلت العلم سوى العلم بأننا لا نعلم، میگه ما هیچ فضیلت علمی ما نداریم غیر از این که میدانیم که نمیفهمیم. همین، خب این حرف خوبی. اگه به ما بگن یه علمی داریم، علم ما همینه که میدانیم که نمیدانیم. فرق ما با مردم دیگه اینه، اونا نمیفهمن و نمیفهمن که نمیفهمن، منتها ما نمیفهمیم ولی میفهمیم که نمیفهمیم. این خودش مسئله ایه، یعنی علم به جهل خودش علمه، علم به جهل، جهل بسیط خودش علمه، جهل مرکب واویله هاست که دو تا جهل رو هم انبار شده، یکی اینکه نمیفهمد، یکی اینکه که نمیفهمد که نمیفهمه، خیال هم که نمیفهمه. این خیلی درد بیدرمانیه، آدم نفهمد و نفهمد که نمیفهمه، ابد و در در جهل مرکب ابد و در بماند. باز اون یکی که نداند و بداند که نداند، این لنگون خرج خیش به منزل برساند، حالا اقلا بفهمد و نیفهمم دیگه. آدم مریض باشه بفهمد که مریضه، خودش میکشه باز به این طبیب به اون طبیب، یه چیزی براخره این راهی به بهبودی باز میکنه. اما آدمی که مریض هست، صد تا مرض داره، بخیر من هیچ مرضی ندارم، خب این همیشه مریضه دیگه، یعنی هیچ وقت به فکر طبیب نمیفته که اصلا از کسی چیزی بشنوم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون
انهم یحسنون صنعا. قرآن میگه بگو به این مردم، میخواد به شما بگم بدبخترین مردم، زیانکارترین مردم کیانن؟ اون کسانی که راه گم کردن، کج میرون، ولی در این حال معتقدن که شاه راه همان است که اونها میرون. هیچ ممکن نیست گوش به حرف کسی بدن، شما نمیفهمید، راه همان است که ما میرویم. اینا زیانکارترین مردم هن. ولذا حکیم همینه که این مرد میگه دیگه، هر حکیم خودش به حکیم اصطلاحیه و در حال حرف خوبی میزنه. لیس لنا من الفضیلت فی العلم، ما هیچ فضیلتی در علم نداریم غیر همین، انا نعلم و انا لا نعلم، میفهمیم که نمیفهمیم. و اونایی که بله فهمیدن، حتی راجب نگو صوفی ثقفی، خب اینم آدم میشیدیم بعد صفاکی، آدم خیلی خبیثی رزلی بود دیگه، استاندار بنی امیه بنی مروان بود در آدم کشی، در جنایت دیگه خب معروفه. ولی خب یه وقت یه حرف خوبی منصفانه زده، وقتی اون نوشت به 4 نفر از علماء زمان خودش، علماء زمان خودش معروف بودن، مثل حسن بصری و عمرو بن عبید و بعد عامر شعبی و واصل بن عطا، اینا از علماء معروف زمانش بودن. به اینها نامه نوشت، به هر کدامشون نامه نوشت، راجع به قضا و قدر اون چه شنیده اید برای من بنویسید. خب چه میدونی قضا و قدر قویه، مطلب پیچیده ایست، از اسرار دینی ماست، جبر و تفویض و قضا و قدر دیگه. این مرد نوشت به این علماء زمان خودش که راجع به مسئله قضا و قدر اون چه شنیده اید از بزرگان دین برای من بنویسید. حسن بصری برداشت نوی اینا، این خوشبین نبودن به ائمه علیهم السلام، ولی خب در عین حال خاضع بودن دیگه، میفهمیده نمیفهمن، اونا میفهمن. برداشت نوشت در جواب حجاج، نوشت بهترین کلامی که در این مسئله به ما رسیده است کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در این باره فرموده اتظن ان الذی نهاک دهاک، تو خیال میکنی همون کسی که تو را نهی از معصیت کرده همون کس تو را به معصیت واداشته؟ انما دهاک اسفلک و اعلاک والله بری من ذاک، اونی که تو را به گناه واداشته پایین بالای تو است، دامن تو و زبان تو، این زبان تو و دامن تو تو را به گناه واداشته، نه خدا. خیال نکن جبر است و خدا تو را به معصیت واداشته. اتظن ان الذی نهاک هو الذی دهاک، انما دهاک اسفلک و اعلاک والله بری من ذاک. گفت این جمله ایست که از علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده در مورد قضا و قدر. اون یکی عمرو بن عبید هم نوشت که بله بهترین کلامی که به ما رسیده است در این باب گفتار علی ابن ابی طالب علیه السلام است که او فرموده لوکان از زور محتومن لکان المزور فی القصاص مظلوما، اگر بنا بشود آدم کشی مثلا یک گناهی است که ناچار بوده انجام بدهد، مجبور بوده انجام بده، بنابراین کشتن آدم کش ظلم است بر او، برای اینکه اگر او خودش گناهی نکرده باشه کشتن او ظلم است بر او. لوکان از زور فی الاصل محتوما لکان المزور فی القصاص مظلوما. اینم دومی. سومی واصل بن عطا، او هم برداشت نوشت به حجاج گفت بهترین کلامی که در این مورد به ما رسیده است کلام علی ابن ابی طالب علیه السلامه که او فرموده ایدلک علی الطریق ثم یأخذ علیک المزیق، آیا باورت می شود خداوند حکیم عادل تو را به تنگناه گناه معصیت بیفکند بعد چوبت بزند چرا آمدی؟ همون خودش بیاورد تو گناه معصیت بعدم عقابت کند که چرا آمدی؟ این هم سومی. چهارمی عامر شعبی بود، او هم نوشت که بهترین کلامی که در این قسمت به ما رسیده است کلام علی ابن ابی طالب علیه السلامه که فرمود کلما استغفرت منه الله فهو منک و کلما حمدت الله علیه فهو منه، ولی اون کاری که انجام میدی بعد خودت پشیمان میشی، از خدا طلب مغفرت میکنی از خودته،
چون از خودت بوده استغفار میکنی دیگه. و اون کاری که وقتی موفق شدی، عبادت کردی، موفق شدی، خدا را شکر میکنی، او از خداست. توفیق عبادت از خداست، ولی ذل معصیت از قبل خودته. وقتی این چهار نامه از این چهار عالم رسید به حجاز، وقتی نگاه کرد به مضمونش، گفت این جملات را از چشمه صاف علم گرفتم. یعنی همه را از علی علیه السلام گرفتند و او چشمه صاف علم است، معادن و حکمت الله. ولذا ما سلام میکنیم، السلام علی حجج الله فی الدنیا والآخرت والاولا و معادن حکمت الله و مساکن برکت الله. مساکن برکت خدا هستند. حالا برکت هم یعنی هر نعمتی که اخروی، نتیجه اخروی ابدی دارد، او برکته. و یعنی بقیه نعمت ها که آدم میخوره از بمیره که برکت نیست، او از بمیره دیگه. خوردنی های لذیذ، پوشیدنی ها، چیز ها، یعنی برکت نیست. برکت آن است که بماند، خیر مستقر داشته باشه، مستمر. و لذا برکت همان است که حیات ابدی می آورد برای ما دیگه. واقع برکت همانه، اونی که حیات ابدی می آورد. و لذا اون کسانی که موجبات برکت و حیات ابدی از اونها گرفته می شود، وجود عادس ائمه دین علیهم السلام دیگه. اینا سر خدا هم پیش اونها، مساکن برکت الله هم و حفظه سر از فقهای بصره بوده زمان امام باقر علیه السلام. ابو حمزه سمالی میگه من نشسته بودم در مسجد مدینه، مردی وارد شد کنار من نشست و احوال پرسی کرد و بعد از من پرسید تو ابو جعفر باقر رو میشناسی؟ گفتم قبل. گفتم چیکار داری با اون؟ مسائل مشکلی را آماده کردم ازش بپرسم که بیازمایم او را، مثلا تا چه مقدار علمش، تا چه مقدار. گفتم تو تشخیص حق و باطل خودت میدی بفهمی که باطل چیه، حق چیه؟ گفت بله. گفتم خب کسی خود مشخصه به دیگری چه احتیاجی داره؟ اگه میفهمی حق و باطل یعنی چه، به دیگری چه نیازی داری؟ گفت شما عراقی ها خیلی پرحرفید، شما چکار داری؟ کجاست ابو جعفر باقر؟ در همین حال از باقر علیه السلام وارد شدم تو مسجد و جمعی دورشون بودم. گفتم آقایشون هستم. نشستم در گوشه مسجد، اینم برخواست رفت، منم رفتم نشستم که از نزدیک ببینم. دیدم آدم نشست و بعد یه قدری مجلس طول کشید تا وقتی که خلوت شد، آقا احضار کرد این مرد رو، فرمود که تو اهل کجایی؟ گفت من اهل بصره ام. فرمود همون فقیه بصره تو هستی که معروفی در میان بصره؟ گفت بله، مردم چنین میگویند. فرمود که تو خیلی مسئولیت سنگین به عهده گرفته ای، یعنی مسائل دینی و حقایق دینی برای مردم بیان میکنی؟ گفت بله. یعنی قرآن و حقایق وحی آسمانی برای مردم تفسیر میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود بسیار مسئولیت سنگین به عهده گرفته ای و چیزی شنیدم از تو گفته ای و اگر اون درست باشه خود را هلاک کرده ای و مردم را به هلاکت افکنده ای. یه چند جمله این خودش جمع کرد و اون ابو حمزه میگه خودش جمع کرد و بعد گفت من در حضور بسیاری از مردان بزرگ عالم بودم، مباحثه ها کرده ام، مثل ابن عباس فهدی دیده ام، ولی در هیچ مجلسی خودم را مثل مجلس شما نواخته ام، مثل کسی یادم رفت مطالبی که مثلا میخواستم بگویم اینجا. فرمود تو میدونی کجا نشسته ای؟ برای اینکه اونها را تنبه بدهن. مکرر عرض شده گاهی ائمه علیه مستقیم خودشان را که معرفی میکنن میخوان بگن آب حیات پیش ماست، بیاد پیش ما، تشنه ها بیان آب حیات از ما بگیرن، تسکیه مر مسئله اش نیست. و میدانید در کجا نشسته ای؟ بین فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در مقابل اون خانه های نشسته ای که خدا خواسته از اون خانه ها رفعت داشته باشن، رفعت اون خانه ها را خدا خواسته. گفت بله قربانت شوم، اون خانه هاییست که مصالحش از خشت و گل نیست. بعد امام فرمود من یک آیه ازت میپرسم، از این آیه چی میفهمی که برای مردم هم میگویی؟ فرمود که این آیه در سوره سبع است، و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکناها قرى ظاهره سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. که این آیه میفرماید که ما میان مردم و میان اون قریه های مبارک قریه های ظاهری قرار داده ایم، با کمال امنیت در وسط این قریه ها سیر کنید، شب و روز سیر کنید با کمال امنیت.
این آیه نشان میدهد که قریه هایی هست، آبادی هایی بین اونها و بین مردم، قرا دیگری، آبادی های دیگری موجوده که میتوانند با امنیت سیر کنند و هیچ خطر نبینند. آیا خدا به مردمی امنیت بده بازم خوف دارند؟ گفت خیر یا رسول الله همزوره. فانگو این کجاست؟ اون قریه ها که خدا امنیت داده با مردم با کمال امنیت درش سیر کنند، هیچ خطری هم خوفی هم ندارن، کجاست؟ فکر گفت مکه. اون قریه که امنیت دارد اون مکه است. و یعنی چه؟ یعنی اهل مکه هیچ خوفی ندارن، یعنی در راه مکه هیچ دزدی نیامدن، حجاج را مثلا غارت نکردن، آدم نکشتن، در خود مکه اینقدر کشتار واقع نشده. گفت چرا؟ خب چطور؟ آیه فرموده که امنیته، شب و روز در اونجاها شما با کمال امنیت سیر کنید، به هیچ نترسید. و حالا که اهل مکه خط خوف دارن، در امان نیستن، دوز هست، راهزن هست، آدمکش هست، لشکرها کشیدن، خونها ریخته شده، چطور امنه؟ اون موند و معلومه. فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. قرآن ذکره و اهل الذکر دارد، ولی از اهل الذکر پرسید، پیش هر کسی نیست. عند المطهرین انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اونا از اونها بپرسید. فرمود بله این نیست که اون که تو میفهمی مراد مکه نیست، بلکه مراد از قرای مبارک ما هستیم، اون قریه هایی که خداوند مبارک کرده اونها را، مساکن برکت قرار داده اونها را، و اونها هر چه دارند اون چه از اونها تراوش می کند خیر مستمر و دائم ابدی که هیچ خلل در اونها راه نمی یابد ما هستیم. و بین ما و مردم هم علمایی که علمای شیعه هن، واسطه میان من و ما و مردم هن، اونم قرای ظاهره هستند. و جعلنا بینهم و بین القرال متی بارکناها قرن ظاهره. علمای شیعه، فقهای مذهب شیعه به معنی واقعی شرایطی که دارند، جامع الشرایط، اونها واسطه ان میان مردم و قرا اهل البیت علیهم السلام. سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، یعنی شما با داشتن منبع وحی ائمه علیهم السلام و فقهای عادل و بصیر هم واسطه باشند، شما با کمال امنیت احکام دینتون را از اونها میگیرید و اونها از ما میگیرند و هیچ گونه اضطرابی ندارید، هیچ خدشه ای نیست که دیگه نکند که درست نباشه، نکند که اشتباه باشه، ندیگه. با کمال امنیت شما شب و روز در دینتون عمل می کنید. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، با کمال امنیت و آسودگی خاطر دین خود را انجام بدید. و الان اینجور نیستیم ما به حمدالله شیعه که سر به آستان اهل بیت عصمت علیهم السلام نهاده ایم، اون داره معصوم از خطا میدانیم. اون چه آسمان خدا فرموده، بر رسول خدا نازل شده، بر ائمه علیهم السلام به طور الهام رسیده، همه حقیقشون هاست. و فقهای مذهب هم که با شرایطی که براشون معین شده اونم زحمت میکشند و احکام خدا را از بیان قرآن اطرت میگیرند و به مردم میدهند. ما مردم با کمال آسودگی خاطر حلال حرام میدونیم، فلان چیز حلال فلان چیز حرامه، و در دین و شریعت خودمون با کمال آسودگی خاطر سیر میکنیم. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. اینا معادن حکمت الله به این معنا هستند. از خدا می خواهیم به حرمت قرآن و عترت طاهره همه ما را در مسیر خاندان عصمت ثابت قدم نگه دارند، معرفتشون محبتشون لحظه افزون بگردانند. نمیدانم این اشعار منصوب به مولا المتقین علیه السلام هست که مالی علی القبور و قفت مسلم قبر الحبیب فلا یرد جوابی. چطور شده کنار قبر میستم صدا میزنم حبیب امرا اون عزیز دلم را و جواب به من نمیرسد؟ چرا جوابم نمیدهی؟ بعد خودش آقا جواب میدهد، قال الحبیب و کیفلی به جواب کن، چطور میتوانم جواب شما را بدهم؟ و انا رهین و جنادلم و ترابی زیر خروارها خاک و سنگ خوابیدم.